بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مادران و پدران عزیز و کافی مردم سلام و احترام عرض ادب دارم. من دکتر احمد شاه فرهاد هستم، متخصص کودکان و متخصص نوزادان و رئیس بخش نوزادان بیمارستان رضوی مشهد. نوزاد نرس نوزاد را میگن که سن داخل رحمی یا سن حاملگی کمتر از 37 هفته داشته باشه. نوزاد رسیده نوزادی است که سن حاملگی 37 الا 42 هفته رو داشته باشه. نوزاد نرس تمام ارگانا، تمام اعضای بچه نرس هم نرس خواهد بود، یعنی ای که زمان میخواد مثل یک نوزاد رسیده به تکامل برسن. او چیزی که من میخوام تاکید کنم برای مادرها، اونایی که نوزادان نرس به دنیا آوردن، حتما این سه مورد دقت ویژه داشته باشن. یک، حتما بچه‌شون اگه نوزاد نرس بوده یک ماهگی چشمشون توسط متخصص چشم دیده بشه. برای چی؟ برای که چشمشون تکامل یافته نیست، اکسیژن حتی هوای ساده میتونه سبب آسیب چشم و نابینایی و کمبینایی در نوزادان نرس بشه. نکته دومی که مادران باید توجه بکنن که مادری که بچه نرس به دنیا میاره، تست تیروئیدشون حتما باید بگیرن و حتما دو تا چهار مرتبه باید گرفته بشه. لذا اگه نوزاد رسیده یک مرتبه تست تیروئید میگیره، نوزاد نرس باید دو تا چهار مرتبه بگیره. و نکته سوم که فوق العاده باز مهم است اینه که نوزادانی که نرس به دنیا میاد حتما شنواییشون باید چک بشه و ما متخصصین نوزادان معتقدیم که برای چک شدن تا یک ماهگی فرصت داریم، حتما باید چک بکنیم. اگه خدای نخواسته کم شنوایی داشت، حتما تا سه ماهگی باید تشخیص بدیم و اگر کم شنوایی شدید بود در شش ماهگی باید ما حتما مداخله بکنیم و از کم شنوایی باید پیشگیری بکنیم، برای که بعد از شش ماهگی ارتباط بین نوزاد و مادر و تکلم نوزاد شروع میشه. اگه ما دیر عمل بکنیم سبب تاخیر در تکلم و ارتباطات اجتماعی خواهد شد.